به نام و یاد خدای بزرگ، عرض سلام و احترام دارم خدمت شما شاگردای نازنین و علاقمندان علم و دانایی. امروز میخوایم که برای شما یکی از طریقه هایی که خودم بعد از مدت ها تلاش شما را ایجاد کردم و شما هم میتونید این درس ها را تعقیب بکنید و شما را خیلی کمک میکنه در محاسبات و در ضرب اعداد. و یک از درس های امروز ضرب اعداد بین 10 الی 20 هستند که با روش جدید و روش خیلی ساده ما برای شما ضرب کنیم و شما این را درس ها را تعقیب بکنید تا در درس هایتان موفق و کامیاب باشید. خب عددی که ما در نظر میگیریم او عبارت از 11 ضرب در 12 هستند. 11 ضرب در 12، 11 ضرب در 12 این دو عددی هستند که بین 10 الی 20 قرار داره و عددی هستند که پشت سر هم هستند. و این روشی که ما میخوایم بیان بکنم برای ضرب اعداد 10 الی 20 و همچنون پشت سر هم باشد، مثل که 11 و 12 پشت سر هم هستند. خب در قدم اول چی کاریم؟ در قدم اول که است 11 را می‌نویسیم به صورت 10 تایی، نوشتنیم که 10 جمع 1 علامه ضربم خودش، 12 را نوشتنیم که 10 جمع در 2. اصلا هیچ تغییرات نیامد، فقط ما یک مقدار تغییر شکل دادیم. خب حالا اعداد اول را با اول، دوم را با دوم ضرب کنیم. 10 ضرب در 10 مساوی میشد با 100. به خاطر که ما از پیش ما اشتباه نشه ما یک کامه میگذاریم. عدد دومی یک، عدد دیگه کس دومی که مربوط به 12 میشه یه 2 هستن. یک ضرب در 2 2 کاما. حالا می اعداد دومی رو جمع کن، یک جمع در 2 3 تمام. خب وقتی که به قسمت رسیدیم چی کار کنیم؟ از طرف راست به طرف چپ اعداد را بنویس و جمع کن. 2 خودش، عدد دیگه چنده؟ 3. عدد دیگه چنده؟ 100. 100 را جمع کن دیگه، هر عددی که دو رقمی بود اونا را جمع کن. چنده؟ این 100 است. 0 جمع در 0 جمع در 1 1. چند شد؟ 132. پس نتیجه ضرب 11 ضرب 12 مساوی شد با 132. امیر موریم از طریقه عمومی ضرب مونیم که آیا واقعا نمی ترفند ما یا رویش ما درسته یا نیه. 11 ضرب در 12 مساوی میشد 2 ضرب در 1 2، 2 ضرب در 1 2، 1 ضرب در 1 1، 1 ضرب در 1 1. جمع کن. 2 خودش، 1 جمع در 2 3، 1 هم خودش 132 132. تمام، خیلی به صورت ساده. عدد دیگر اگر ما در نظر بگیریم او عبارت از چند باشد؟ مثلا 13 ضرب در 14 مساوی میشه با 13 را بنویس 10 جمع در 3 ضرب 14 را بنویس 10 جمع در 4 مساوی میشه. عدد اول با اول ضرب میشه، عدد دوم با دوم ضرب میشه. 10 ضرب در 10 مساوی شد با 100 کاما. 4 3 مساوی شد با 12 کاما. جمع کو 3 جمع در 4 مساوی شد با 7. الان بنویسیم. اینجا یک نکته داره که ما باید بیان بکنم. در این قسمت ما قبلا که در اینجا ضرب کردیم یک رقم بود، این هم یک رقم بود، تنها عدد 100 که بود 3 رقمی بود. حالا در این قسمت ببینیم که 12 دو رقمی شد، در اینجا یک رقمی شد و بعد عدد دیگه هست و همیشه دیگه عدد 3 رقمی هستن. در این قسمت یک نکته داره که ما برای شما باید بگویم. این عدد یک ها میشه، دو عدد یک ها، باز یکش رقمی ده ها میشه. رقم یک هایش بگذار، رقم دومیش به همسایه ازنا بده. او عبارت چنده؟ یک. یک را به همسایش بده، همسایه چنده؟ هفته. یک جمع در هفت مساوی میشه با 8. تمام. و بعد اگر احیانا اگر هفته مثلا عددی دو رقمی بود، مثلا 17 بود یا مثلا عددی بود 16، 6 قرار میدیم، میگذاریم عدد یک رو میدیم به همسایه دست چپش. خب این 100 هم که جمع شود کلا چند میشه؟ 1. 182. امیرم باز دوباره ایره ضرب کنیم که آیا واقعا می سید خونه یا نه. 13 ضرب در 14، 4 3 12 1 حاصل، 4 ضرب در 1 4 1 حاصل بود 5، 1 ضرب در 3 3، 1 ضرب در 1 هم 1 2 8 1، 182 182 به صورت خیلی ساده. یک مثال دیگر هم حل مونیم.
مثلا باشد که 16 ضرب در 17 دو اعدادی هستند که پشت سر همان و بین 10 را 20 هستند. 16 را می نویسیم که 10 جمع در 6 ضرب 17 را می نویسیم که 10 جمع در 7 مساوی می شود. عدد اول با اول ضرب میشه، آخر با آخر و عدد آخر جمع میشه در وسط نوشته میشه. تمام قسمت فرمول همیه. 10 ضرب در 10 مساوی میشه با 100 کامه 6 آف 42 کامه 6 جمع در 7 مساوی میشود با 13. تمام. خب در این قسمت بازم یک نکته ایجاد شد، به خاطر که امی سه تا عدد کسته، امی سه تا یک، امی یک جایگاه دیگه جایگاه دیگه جایگاه، کلن دیگه عدد های یک رقمی نیستن، دو رقمی هستن. اینجا چیکار کنیم؟ اینجا که هسته مثلا چنده؟ 2 42 هست، دویش میگذارم چارش میدیم به همسایش، همسایه از اونا چند هست؟ 13 هست، چار بلش باید چند میشه؟ 17 میشه. 17 را هفتش میرسیم، باز یکش را میدیم به همسایه دست جویش، گوی بارت چند هستن؟ 100 هستن. 100 را که کلن جمع کنیم، چی رقم جمع کنیم؟ یعنی عددها را جمع کنیم، 0 جمع در 0 جمع در 1 کلن 1 میشه. 1 دنه از همسایش که بود چند بود؟ 1. 1 بلیزه که جمع شنه چند میشه؟ 2. پس نتیجه ضربی 16 ضرب در 17 مساوی شد با 272. امی رو باریم از طریق عمومی هم ضرب مونیم که آیا درسته یا نیه. 16 ضرب در 17. خب 6 آف 42 4 اصل 1 ضرب در 7 7 3 چی 4 که بیاید چند میشه؟ میشه 11. 11 1 ضرب در 6 خودش، 1 ضرب در 1 هم خودش. 2 6 جمع در چی؟ 1 جمع در 6 مساوی میشود با 7، 1 جمع در 1 2 272 272. پس این طریقه درست هستن. و یک نکته دیگر ما به صورت خلاصه برای شما بیان بکنم، این طریقه فقط برای ضرب اعداد 10 را 20 صدق میکنه، اعدادهای بزرگتر هم صدق میکند، اما یک مقدار وقتگیر هستن و یک مقدار طولانی میشن. دیگه عددهایی میشن که در این قسمت ها شاید سه رقمی چهار رقمی ایجاد شود، برای ما مشکل ساز شود. و همون خاطر ما تلاش میکنیم که ترفند را یاد بگیریم، ترفند را ایجاد بکنیم تا از جای وقت در محاسبات جلوگیری بکنیم. اگر او ترفندی که از جای وقت جلوگیری نکرد دیگه او اصلا شاید مشکل ما را حل نتونه. به همون اساس هستند که ما تلاش میکنیم در کمترین وقت و در کمترین زمان ما به نتیجه برسیم و طریقه های کانکوری و طریقه های آسان را برای شما پیشکش نماییم. خب یک بار دیگر به صورت خلاصه درس را از اول ما بیان مونم، شما امیدوارم که خوب گوش کنین و یاد بگیرین، تمرین کنین، تلاش کنین، زحمت بکشین. 11 ضرب در 12، 11 ضرب در 12 اعدادی هستند که بین 10 الی 20 قرار دارند و پشت سر هم هستند. یاد شما نرود که باید اعداد پشت سر هم باشد، مثل 11 و 12 که پشت سر هم قرار دارند. اعداد را در قدم اول به صورت رقمی تحتایی بنویسیم. 11 را نوشتیم 10 جمع در 1، علامه ضرب هم خودش. 12 را نوشتیم 10 جمع در 2، هیچ تغییرات نیابد، دوباره همو 12 میشه. و بعد اعداد اول با اول ضرب می‌کنیم، اعداد دوم را با دوم ضرب می‌کنیم. 10 ضرب در 10 مساوی می‌شود با 100. یک کامه می‌گذاریم به خاطر از اینکه اعداد ها زیاد شلوغ نشن و از پیش ما اشتباه رخ نده. 1 ضرب در 2 2. و بعد چیکار کنیم؟ اعداد دومی را با هم دیگر جمع می‌کنیم، در وسط می‌نویسیم 1 جمع در 2 3. و بعد در اخیر کاسته از طرف راست به طرف چپ کاسته ترتیب می‌کنیم، ترتیب کنیم 2 خودش، 3 هم خودش. یعنی عددی که 3 رقمی بود او رو جمع مونیم، عددهای 2 رقمی بود جمع مونیم همین رقم. خب یعنی چند میشه؟ 0 جمع در 0 جمع در 1 1. پس نتیجه ضرب 11 ضرب در 12 مساوی شد با 132 که در این قسمت از طریق عمومی هم که ضرب کردیم به عین نتیجه رسید. و در این قسمت که یک نقطه بسیار مهم و اساسی داشتم و عبارت از این بود که وقتی 13 ضرب در 14 مکدیم، پس در نتیجه آخری که بود این قسمت که بود این عدد یک رقمی ایجاد نموشد، عدد دو رقمی ایجاد میشد. وقتی که عدد دو رقمی ایجاد شد ما چیکار کنیم؟ رقم یک ها و رقم ده ها در به خاطر که دو رقم هستن، رقم یک هایش رو بگذار، رقم ده هایش بدی به همسایه دست چپش. 1 جمع در 7 مساوی شد با 8. عدد دیگه 100 بود اون رو جمع کردیم، نتیجه چند شد؟ یک شد.
پس حاصل ضرب 13 ضرب در 14 چند شد؟ 182، که این طریقه عمومی هستند که ما در دروس های مکتب هم میخوانیم و این طریقه هستند که طریقه عمومی هستند و این طریقه ترفند هستند.